تشکر میکنم از اینکه لطف کردید به من معلم بازنشسته پیر شده رجوع فرمودید که یکمی باش درد دل بودتون بکنم. من برنامه‌ای که الان شما از من میخوایید بیش از یک درد دل صادقانه چیز دیگری نخواهد. بنده متولد شهر تبریز هستم، در سال 1309 هجری شمسی، پس همطور که متوجه هستید در آستانه 90 سالگی است. در این آستانه 90 سالگی خوشبختانه حافظم هنوز کار میکنه، به خصوص حافظه عاطفیم که منو به اصطلاح مربوط میکنه به دوره کودکیم و به فامیلم و به پدر مادرم و با اشخاصی که در اون دوره شناختم. الان البته حافظه بر چیزای روزمره کمتر یاری میکنه، ولی اونا قدرتش حافظه نگه داشت. من پدرم میرزا جواد مجتهدی، نوه حاجی میرزا جواد مجتهدی، نوش دیگه همون اسم گرفت، دوره قاجار که بعد از میرزا شیرازی که شیرازی هست نفر دوم در اون تحریم تنباکو. اول اسم میرزا شیرازی میاد، بعد دومیش جد من یعنی پدر بزرگی پدرم میاد که باز میرزا جواد. همه در کتابای تاریخ، حتی تاریخی که در دبیرستان ها تدریس میشه اسمش میاد، میرزا جواد مجتهدی در مسئله تحریم تنباکو. خیلی شخص سرشناسی بوده، عکسای ازش باقی مونده سر نماز و خودش حاضر نبود عکسش بگیرن که اون موقع حرام میدونستن، سر نماز ازش عکس گرفتن که هست خدمتتون ارائه خواهم داد. بعد بازگشتش از حج هست، یه تابلوی واقعی است که یا احتمال من یه عکاس روسی گرفته، برای خیلی تبحر داره در نشون دادن مسجد کبود تبریز که اینا جلوش دارن رد میشن، یعنی خیلی با تبحر عکاسی شد. به هر ترتیب من در خانه این شخص متولد شدم. خود این خانه خیلی گویاست و سردرش باقی مونده، ولی از وسطش امروزه یه کوچه دادن که به 6-7-8 خونه دیگه تبدیل شد. ولی اون قسمت اصلیش میخوام حتما راجع بهش صحبت کنم. یه خانه است که من راجع بهش خیلی بعدها فکر کردم، چون یاد داشتایی به زبان فرانسه داشتم درباره زندگی نامم و دوره کودکی و اونجا به خصوص مجبور بودم اینا رو دقیق باشم. این خانه 4 حیات بزرگ داشت، خیلی بزرگ، علاوه بر اون حدود 4 حیات خلوتی بود. وسط این حیات ها خلوتی بود، تقریبا بگیم اگر زیر زمین ها که زیاد بودن، همه زیر خانه زیر زمین بود، اونا را اگه در نظر نگیریم ولی یه طبقه بیشتر نبود و زیر زمین ها میشد 2. از دوره که من به یاد دارم، که البته دیگه اون میرزا جواد بزرگ مرده بوده، پسرش هم مرده بوده، نسل 3 در اون خانه بود، ما نسل 4 بوده، یعنی پدرم نسل 3. در اون خونه خیلی قدیمی که الان حدود فکر می‌کنم
بیشتر از 150 سال خدمت داره، دو قسمت بود. اول از یک هشتی وارد می شدید که در بودی هم واقع شده بود، برای اینکه کنده بودن با خاک اون محل خونه رو ساختن، اینجوری بود که زیر زمین ها نمی بود به این دلیل. یه قسمتش دست چپ قسمت بیرونی بود، یه قسمت دست راستش که به یه خلوت حیات خلوتی میرفت، بعد به یه حیات بزرگوار میشد، بعد نمیدونم به کجا میرفت، اندرونه حساب میشد. خونه خیلی بزرگی بود و چهار تا دو تا آبنبار خیلی بزرگ داشت که سالها میتونست آب رانجا ذخیره کرد، چون لوله کشی نبود. دو تا آبنبار کوچکتر داشت که نزدیک کوچه بود، یکیش برای یک طویله برای اسبایی که وارد خونه می شدن که همون دم در بود، بله اون بود، اسبای ناتگاه می اومد جنس می آورد از دهات، اون آبنبار برای اون بود که برانه بدونن آب تهیه کنن. یکی دیگر که در اندرونی بود، اون بیشتر برای گلکاری بود، بازم اون این هایم چالتی. دو تا تالار خیلی بزرگ، بعد دور تا دور حیاتا اتاقای به سبک قدیم وجود داشت. البته تزییناتی که بعداً پدرم در خونه ایجاد کرده بود در اصل نبوده. یکیش یک تالار آینه کاری بود که مال دوره جدم نبود. این کار رو که هنوز هست اونجا باقی مانده گویا، اونجا رو یک معمار صنعتگر بسیار بسیار متبحر آینه کاری کرده بود. یه ذره سبک غربی است، آینه کاری نوع ایرانی نیست، سبک غربی است. برای اینکه این شخص در جوانیش در ماکو، در اون باغچه جوق معروف که در ماکو هست و یه قصری حساب میشه چیزش هست، در اونجا زیر استادان خیلی سطح بالا کار کرد، شاگردی بود که از اونجا میمون. این تالار آینه کاری خیلی جای دیدنی بود و البته دوره ما در محرم و سفر و موقفه هایی که داشتیم اینا را خرج روزخانی و مردمی که میمودن و در حیات بیرونی طواف میدادن. من یا خودم دیدم اینو، از یه طرف وارد میشدن، از یه طرف خارج میشدن، سینه میزدن و بعد شربت بهشون داده میشد. شربت خانه بود، چی بود؟ مثل یه خوابی آدم میاد. ما رو اجازه نمیدادن بریم اونجا، ولی یه بالاخونه بود که ما با افراد میرتیم اونجا، با مادرم و اینا مینشستیم تماشا میکردیم. یه همچین چیزی، حتی غریبه ها، زن های غریبه میمدن اجازه میخواستن که اونجا بشینم. یه همچین یه خونه نسبتا مرفعی بود، ما هم نسبتا دستمون به دهانمون البته میرسید. ولی اینم بگم، اینه من لازم میدونم که صحبت جوان ها شد بدونم، رفاه کافی در این خانه بزرگ وجود نداشت. لوله کشی نبود، برای اینکه دست رومونه بشوریم باید پله های انبار بسیار عمیقی را بچگی اصلا بنظر من یه چیزی بود، من میترسیدم از اون بریم پایین در انبار دست رومونه بشوریم. مادرم از یه خانواده، پدرش تهرانی بود ولی یک خانم قاجار که از باراخیشی داشت، چون مادرش فوت کرده بود پله اون بازار شده بود که تاریخ وارد نمیشم. این صد دول خانمی که زن حاجی محتشم السلطنه بود که اونم اسمش تو کتاب های کسروی اینا پره، تاریخ آذربایجان همه اینا. ولی پدرم تحصیلات در کودکی تحصیلات آخوندی کرده بود، یعنی تو خونه
استادای نمی‌مدن چون اینا از نوادگان اون بزرگوار بودن، به اینا درس می‌دادن، عربی خوب می‌دونست، زبان مادریشون ترکی بود ولی فارسی هم خوب یاد گرفته بودن. گلستان و کلیله و دمنه و نمی‌دونم کتاب‌های سنتی رو خونده بودن ولی هیچ مدرک رسمی تحصیلی نداشت. مادرم هم یک پرستار اون خونه حاج معتصم سلطنه که در واقع فرزند این به عنوان فرزندی برداشته بودم، یک البته پدرش تهرانی بود، یک معلم زن ارمنی داشت که به اینا فرانسه یاد داد بودن دور و پیانو می زدن و من اولین توجهم به زبان خارجی توسط همون مادرم بود. یعنی خیلی مستفرنگ، خیلی این عجیب به نظر میرسه ولی اینطوری بود. خیال نکنید که فقط منزل ما اینطور بود، تازه منزل ما خیلی کم اینطور بود ولی در اون موقع در شهر خانواده‌های بزرگ قدیمی بیشتر از اون که الان شما فکر میکنید مستفرنگ بودن، مثل عدل ملکه ها نمیدونم همون اجداد پروفسور عدل تمام اینا در همون محله های ما، محله بازار بود خونمون، اونا محله های عیونی میشستن که حتی هنوز هست بقایاش، یه چیزهایی هست. حالا به هر ترتیب من مدرسه خب اول یه کودکستان امریکایی بود، ما اون کودکستان رفتیم، من 2-3 سالم بود 4 سالم بود در اون کودکستان می رفتیم که بازی می کردیم، می ذره مثلا نوشتن رو یاد می دادن، یه ذره چند تا لغت انگلیسی یادمه یاد گرفته بودیم. بعد ولی بعدن دیگه رفتیم مطابق برنامه درسی رایج کودکستان، بعد از کودکستان رفتیم دبستان، یه دبستانی بود به اسم حکمت نزدیک خونمون، اونجا اون مدرسه حکمت خب اون موقع خیلی سنتی به نظر میرسه. یعنی ما در کلاس حالا ممکنه این اصلا باور نکنید وقتی معلم وارد میشد دو نفری اول 4 تا چوب به دستشون بزن، این صبحانه حالا چرا؟ نه این لازمه برای نظام اینا، نظم اینا لازم متاسفانه فال بکردیم نفری 4 تا دستشون میزدن درد میمد. من یادم گریه میکردم، اینجوری میکردم گریه میکردم. حالا مثلا یه چیزی میشد یه لغتی رو میپرسید میزم یه کاب بلد نبوده 4 تای دیگر به این شخص باز دست کنم وقت بعد یه همچه چیزی بدونم بدونید. حالا اینه گفتم این مدرسه حکمت یعنی از این تعلیمات نوع قدیمی تر برای من هیچ وقت ندیدم ولی حالا دقت کنم. بعد چند تا نامه تو خونم و دارم آنها رو از مدیر مدرسه که اسمش سجلش حکمت من پیدا کردم که به پدرم نوشته بود، نه راجع به ما، راجع به موضوع های کتاب فرستم. یکی از روشن فکران شهر تبریز مدیر اونجا که حتی یه جا نوشته که لازم نیست که فقط گلستان سعدی تدریس میشه، چیزهای واجبتری هست که باید تدریس میشه، یعنی با این لحن. یعنی من فقط بگم این تضاد رو در نظر بگیرید، در بطن تبریز سنتی توی بازار، تو اون کوچه که از بازار جدا میشد یه همچه مدرسه بود با این افکار. در اینکه بگم اینطور ما تاریخ رو گاهی میخواییم بسازیم، نباید ساخت، واقعیت اینجوری بود، این واقعیت.
اون وقت هیچ امتیاز دیگری هم که از لحاظ تجدد و از لحاظ غرب غرب گرایی از لحاظ غرب زدگی و از لحاظ اینا در تبریز وجود داشت محله های ارمنی نشین بود که به کلی سنتشون با سنت اهالی اصلی تبریز متفاوت. اونا در واقع یه محله های بود، چندین کلیسا داشتن و اجازه فعالیت بهشون داده می شد، برای خودشون کافه داشتن، برای خودشون سینما داشتن. البته شهر تبریز هم چند تا سینما همون موقع بود، ما رو برده بودم بچگی، من اولین باری که سینما رفتم در همون موقع بچگی این بود. ما تابستون ها هم ملکی داشتیم نزدیک تبریز، تابستون ما بچه ها رو جمع میکردن میبردن در اون ملک که مثلا از گرما مسئول ببانیم. اونجا باقی بود، دستگاهی بود، بسیار البته بسیار ابتدایی امروز تکنید، ولی برای اون واقع خیلی چیز مهمی بود. این باغ و این باغ ییلاقی همسایه ملکی بود که تعلق به علامه طباطبایی داشت. ما و علامه طباطبایی این خانواده های اونا یه قبرستون میانه دوتا ملک بود. من میگم چون آدم مشهوری. سالها بعد شاید بدون اغراق 40 سال بعد من وقتی با آهانده کربن برگشتم از اروپا، آهانده کربن میمد ایران، با علامه طباطبایی در منزل ذوالمجد اینا هفته یه جلسه داشتم. کربن من را هم برد که مثلا من مترجم باشم، هم به من تازه برگشته بودم. 40 سال بعد از اون دور است. من نه 30 سال، چون من 30 سالم بود اون موقع، 28 سالم بود، دکترا گرفته بودم. علامه طباطبایی رو من اونجا دیدم، بهش گفتم که شما آذربایجانی هستید و من اسمم مجتهدی. گفت از کدام، با لهجه آذربایجانی، از کدام مجتهدی ها؟ بعد که من یه خود شهر دادم میزدم، گفت ما فامیلیم، یعنی خیلی با محبت دست من گرفت و اینا. اینو میخوام بگم این هست، ولی بعدهاش یکی از همکارامون که علامه طباطبایی را برده بودن انگلستان برای معالجه، من اینو بهش گفته بودم، ازش پرسیده بوده شما کریم مجتهدی را میشناسید؟ اون گفته بوده نه والا. حالا برای من دروغ نگفتم دیگه، اون حافظه لازم رو که منو بشناسه نداشت، ولی اونجا به من خیلی محبت کرد و خیلی هم بنده رو تحویل گرفت و کربن هم از من تعریف کرد در اونجا، خیلی رساله خوبی نوشت و اینه. این تقریبا اون جد اونجاست. ولی بعد وقتی که جنگ شد، این هم بگم که گاهی ما رو میوردن تهران برای اینکه مادرم قسمتی از خانواده مادریم در تهران، منزل اونا میرفت. و وقتی که جنگ شد من تقریبا 8 سالم بود، 8 سال گذشته بودم. ما دیگه اولین اتوبوسی که از شهر تبریز بعد از بمباران که یک شنبه خونه ما افتاده بود، بعد از بمباران از تبریز خارج شدن، اولین خانواده، یعنی پدرم نه، مادرم و بچه ها، اولین خانواده ما بود. دیگه اومدیم تهران به عنوان مهاجر، یعنی در واقع به یه معنی، به یه معنای امنیت تبریز تأمین نبود و معلوم نبود چی میشه. که همینطور بعدن هم خب چند سال بعد مسئله دموکرات ها شروع شد دیگه، البته در بیشوری، البته در تمام این دوره پدرم تبریز بود، پدرم در تبریز بود و دوستای خودش داشت، زندگیش هم خیلی بد نبود اون دوره، هنوز به اصطلاح
تحولات بعدی شدیدتر بود برای خانواده های مثل ما. ولی در تهران ما فکر میکردیم در کوتاه مدت دوباره برخواهیم گشت به تبریز، ولی این کوتاه مدت تمام عمر دیگه طول کشید.